دوران حکومت برادران کاسترو در کوبا پس از 60 سال به پایان خود رسید. راول کاسترو 89 ساله روز جمعه اعلام کرد که از مقام دبیر اولی حزب کمونیست کوبا کنارگیری می‌کند و در نتیجه این کشور آمریکای مرکزی پس از 6 دهه بدون رهبری کاستروها به حیات خود ادامه خواهد داد. وظیفه من به عنوان دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا به پایان می‌رسد. مأموریت من به انجام رسیده و از آینده میهن مطمئن هستم. Y la confianza en el futuro de la patria. Revolution in Havana. Raúl Castro به همراه برادرش فیدل و دیگر انقلابیون آن زمان از جمله ارنستو چگوارای آرژانتینی در سال 1959 توانستند در کوبا حکومت فولخنسیو باتیستا را که از سوی ایالات متحده حمایت می‌شد سرنگون کنند. از آن زمان تا کنون عملاً برادران کاسترو قدرت را در کوبا در دست داشتند. راول کاسترو اگرچه پیش از بیماری برادر بزرگترش فیدل همیشه زیر سایه او بود، اما نقش مهمی در پیروزی انقلاب کوبا ایفا کرد. 4 سال پیش از شکست نیروهای ژنرال باتیستا در خیابان‌های هاوانا، راول در مکزیک با ارنستو چگوارا آشنا شد و او را به برادرش فیدل معرفی کرد. این آشنایی سبب شکل‌گیری گروه‌های چریکی در کوبا برای مبارزه با حکومت وقت این کشور شد. در سال 2008 سرانجام پس از نزدیک به نیم قرن فیدل کاسترو به دلیل بیماری از رهبری کوبا کناره‌گیری کرد و برادرش هدایت کشور را در دست گرفت. راول کاسترو در سخنرانی روز جمعه خود اشاره‌ای نکرد که از چه کسی برای پست دبیر اولیه حزب کمونیست کوبا حمایت می‌کند. او پیشتر از تمایل خود به انتخاب میگل دیاز کانل که در سال 2018 از سوی مجمع ملی این کشور به سمت رئیس جمهوری جدید کوبا انتخاب شد صحبت کرده بود. میگل دیاز کانل از نسل دوم انقلاب کوبا است و از اعضای خودی رهبری حزب کمونیست این کشور محسوب می شود. تنها حزب سیاسی موجود در کوبا که رهبری کشور را در دست دارد. نشست‌های کنگره حزب کمونیست کوبا پشت درهای بسته برگزار و تنها بخش‌هایی از تصاویر آن در تلویزیون دولتی پخش می‌شود. انتقال قدرت به خارج از دایره برادران کاسترو در زمانی انجام می‌شود که کوبا شاهد یکی از بدترین شرایط اقتصادی این کشور است. شیوع همه‌گیری کرونا و توقف ورود گردشگران خارجی به این کشور باعث از دست رفتن بسیاری از مشاغل شده. تحریم‌های آمریکا علیه کوبا که در دوران دولت دونالد ترامپ وضع شد هم وضعیت را دشوارتر کرده. در این شرایط کوبا بدون رهبری نسل اول انقلاب و همراه با چالش‌های زیادی وارد مرحله جدیدی از تاریخ سیاسی خود می‌شود. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.